با عرض سلام خدمت شما دوستان و بینندگان محترم کانال تحلیلی سیاره رنج خوشحالم که با یکی دیگه از برنامه ها در خدمت شما هستم امروز سه شنبه 28 شهریور 1402 مصادف با 19 سپتامبر 2023 هستش امروز میخوایم سه تا خبر رو با هم دیگه مرور کنیم به سرعت و من با شما سفر به اشتراک میذارم سه تا خبر به نظر من جالب رسید که با هم در موردش صحبت کنیم یکی از این خبرها در مورد در مورد گم شدن حالا خنده داره گم شدن یک هواپیمای و 35 در آمریکاست که حالا توضیحش رو میدم یعنی چی خبر بعدی در مورد این هستش که ماشین‌های چینی خودروهای چینی دارن در واقع بازار روسیه رو پر می‌کنن بعد از اینکه شرکت های غربی از روسیه خارج شدن به خاطر جنگ اوکراین و روسیه و رقم های شگفت انگیز اینجا از با جای تاسف داره که در واقع ما هم چند تا کارخونه چند تا خود رو در حال صادرات و عقد قرارداد هستن ولی خب چینی ها مثل همه جای دنیا گوی سبقت رو رو بودن حالا در موردش صحبت میکنیم بحث دیگه هم در مورد اومدن حالا تیم انس و این آقای رونالدو و چند تا ستاره دیگه ای فوتبال به کشور هست و رفتار ناشایسی که مسئولین کشور داشتن حالا با مردم کاری نداریم جداگانه در موردش صحبت میکنیم اما رفتاری که مسئولین داشتن واقعا رفتار زشت و زشت در شعن مردم و ملت ایران نیستش حالا در این مورد هم صحبت خواهیم کردش من اول از همین بیام در مورد این قضیه خب دیروز بود در صبح که اومدم و اخبار رو داشتم چک میکردم یکی از خبرهای مهمی که در آمریکا بود این بودش که در ساحل شرقی آمریکا در کناره های اقیانوس اطلس در ایالت کارولینای جنوبی در اونجا یک پایگاه نظامی هست که حالا جنگنده های مختلف تمرین دارن و یک جنگنده F-35 وقتی که پرواز در میاد برای معمولیتی که داشته در یک صحنه ای که هنوز هم نگفتن چرا خلبان ایجکت میکنه بیرون میاد و هواپیما به مسیر خودش ادامه میده به نظر میسه هواپیما در حالت اوتوپایلت بوده و هواپیما داره میره من کجا داره میره و اینها هم اعلام کردن که در واقع اعلام کردن که مردم محلی و مردمی که هستن اگر کسی از این هواپیما رو دید یا خبری شد به مسئولین گزارش بده و واقعا جای تعجب داره یعنی حالا خیلی تحلیلش این بود که چون این رادار گریز هست و در حال تمرینی و آزمایشی بوده به احتمال زیاد در حالت رادار گوریزی هست و هنوز پیداش نکردن چون حدود بالای این فیلم هایی که هست و گزارش که من حدود 10 ساعت 12 ساعت بعدش میدیدم هنوز این کار رو پیدا نکردن حالا گزارش اخیرش که پیدا کردن نه Uh, یه بحث دیگه این بودش که ممکنه uh, تای اقیانوس اوغان رفته باشه سقوط کرده باشه توی اقیانوس و تای اقیانوس رفته و پیدا کردنش سخت است و حالا خیلی عجیبه این کلن یک موضوع بسیار عجیبی هستش که uh, چطور میشه که در واقع این اتفاق بیفته و uh, هواپیمای F-35 uh, گم بشه دقیقا هم حرفش گم شده مردم بیاین کمک کنیم و میخوایم هواپیما باید کنیم ولی نکتهش اینه که من یه جستجویی کردم در مورد این بحث هواپیمای F-35 که علتش پیدا کنم خیلی جالب بود که در یک سال اخیر چندین مورد از همین اتفاقات شبیه این و حوادث نظیر این برای اف 35 که یک هواپیمای بسیار گرون قیمت، بسیار گران مثلا این مدل حالا اف 35 بیش که فکر کنم آموزشیه گفتم نزدیک کمتر از 100 میلیون دلار یک هواپیما است، های پیشرفته ترش چیزی بالای 300 میلیون دلار یک هواپیماش هزینه داره و خب خیلی جالب بود مثلا توی ارتش انگلیس از روی یک ناوی که میخواسته بلندش اف سی و پنج در دریای مدیترانه سقوط میکنه و جالبه که سقوط کرده رفته توی اقیانوس توی کف در واقع مدیترانه چند ماه طول کشیده تا بتونن پیدا کنن محلش یکی دیگه در دریای جنوبی چین سقوط کرده بوده مال نیلو دریای آمریکا که بعد از ماها تونستن پیداش کنن و از تای حالا اون دریا اقیانوس بکشنش بیرون که دست چین نیفته توی تمرین برای ژاپنی ها سقوط کرده همین همین اتفاق افتاده یعنی خلبان مجبور شده ایجکت کنه بیاد بیرون بپره بیرون و هواپیما هوا به مسیر خودش ادامه داده و بعدا رفتن نمیدونم افتاده تو اقیانوس کجا اینو پیداش کردن و کلا مثل اینکه مشکل این f 5 ها زیاد داره و هزینه بسیار زیادی هم بودجه بسیار زیادی دولت آمریکا گذاشت بعد از F-22 که و 35 به عنوان یک هواپیمایی با قابلیت بسیار بالا باشه میدونید البته به من نیست که قابلیت بالا نیست من یه سر از دوستان نظامی نویس هم در توییتر نوشتن که قابلیت های بسیار بالایی داره و خطرناکه و باید در موردش تحقیق بشه اما در حساب به نظر نیست به میزان ای که در موردش شده در دولت آمریکا اون مقداری که فکر میکردن عبقید آورده براشون نداشته نسبت به هواپیما های دیگه ای که حالا مثلا F-22 یا چیزهای دیگه فکر میکنم F-22 هم آمریکا به هیچ کشوری نداده یعنی آمریکا F-22 رو فقط برای خودش نگرد داشته ولی F-35 یک هواپیمایی بود که پروژهش سعی کردن پروژه مشترکی باشه میدونیم به اسرائیل دادن به امارات حرفش شد بدن نمیدونم فکرم هنوز تحویل نهایی ندادن به امارات مدل اصلی و مدل نهاییش رو ترکیه را پروژه بیرون گذاشتن Uh, چون ترکیه رفت قرارداد S400 با روسیه بس از پروژه FC5 انداختنش بیرون حرفایی هست که ممکنه دوباره برش گردونن ولی معلوم نیست و آمریکا با یک سری از متحدین خودش علاوه این پروژه FC5 رو جلو برد که دیدید درمدیشم خیلی سر صدا که آقا ما نمیدونم FC5 اون الان می‌خوایم بیاریم تو دریای سرخ بیاریم خلیج فارس و به عنوان یک تهدید برای ایران باشه ولی در هر صورت همه این مسائلی که های تک هستن و تکنولوژی بالایی دارن مراقبت ازشون استفاده ازشون سخت دهکنان که بالاخره هر پرنده ای و هر سیستم در واقع آفندی یک پدافند و یک راه حلی برای در واقع متوقف کردنش هم وجود داره که باید ببینیم آیا ایران میتونه به این امکانات دسترسی پیدا کنه یا دسترسی پیدا کرده یا نه که اخیرا هم مثلا یه بار اعلام کردن که ایران اف 35 هایی که در خلیج فارس و در منطقه هست و رصد میکنه حالا جدیدن پدافند ارتش این ادعا کرده بود که من نمیدونم چقدر درست هست یا نه یه بحث دیگه ای که میخوایم بپردازیم در مورد این هست که خودروسازهای چینی مخصوصا خودروسازهای برقیشون اینها رفتن بازار روسیه رو اشغال کردن بعد از اینکه در واقع روسیه خارج شده از شرکت های غربی خارج شدن شرکت های مخصوصا خودروسازی اروپایی و فورد و شرکت های آمریکایی از بازار روسیه خارج شدن چند تا چیز مهمی که اینجا وجود داشت این بود که خیلی از این خودروهای چینی همچنان اون دستورالعمل هایی که روی داشبورد و اینها هست و کارهایی که میکنن اینها به زبان چینیه و مثلا این مشتریان روسیه یکی از اعتراضاتی که داشتن این بودش که خب اینا رو باید تبدیل کنن به انگلیسی کنن به روسی بکنن ما با خود رای قبلی که بود راحت بودیم از این نظری ای بخوایم چه میدونم صداشو زیاد کنیم دما رو کم کنیم کارهای مختلفی که میخوایم بکنیم با این دگمه که رو داشبورد یا چیزهایی که رو تاچ اسکرین هستش ولی مال این چینی و همش به چینی نوشته شده و خودروهای بازار چین بوده خب اینو مثلا باید تغییر بدن اما خیلی هاشون در واقع تعریف میکردن از امکانات کیفیت اینها البته اینکه برند نیستن خیلی از اینها هنوز ولی بسیار در این زمینه چیز بگم میبینید الان نوشته نزدیک پنجاه درصد خودروهایی که داره وارد میشه به چین به روسیه از چین هستش و در واقع 7 درصد از میزان کل خودروهای بازار در روسیه الان دست چین افتاده و این به سرعت داره جلو میره به خاطر اینکه قبل از این اروپایی و آمریکایی ها صادرات هنگفتی داشتن الان چین بازار رو داره میره مارکت رو داره میگیره و به سرعت داره این رشد میکنه و جلو میره خب اینجا همینطور که میبینید توی این تاچ اسکرین میبینید که اینها به زبان چینی نوشته شده و اینا خب باید نرم افزارش رو یک برنامه زبانیش رو تغییر بدن و در واقع اینها رو به زبان روسی برگردونن یا مثلا به زبان انگلیسی برگردونن بخاطر بازار چین میدونید بزرگترین بازاری هستش که وجود داره و برای اون جمعیت میزان تولید و میزان صادرات خودروش در دنیا الان اول هستش یه نکته دیگه ای که حالا من دیگه زبان اینا نذاشتم که ترجمه هم به انگلیسی گذاشته بود میتونیم یه قسمت رو ببینم اگه بشه گوش بدیم با هم دیگه یه نکته ای که وجود داره و به نظر من جالب هستش اونم اینه که در واقع اینها کارخونه های خودشون و شرکت های غربی گذاشتن رفتن یعنی مثلا شرکت های رنو شرکت های فورد و اینها اصلا کارخونه رو ول کردن و رفتن یعنی خط تولید و اینها رو ول کردن و این وابستگی ببینید چقدر بعد تا حدی این وابستگی ها وجود داشته خب یک مقداری شو خود روس ها تونستن در واقع قابلیتش رو برگردونن و استفاده کنن و از مثلا منابع داخلشون و خیلی از اینا مونده و کارخونه مونده و جالبه که شرکت های چینی رفتن اون زیرساخت ها خط تولید ها و کارخونه ها رو گرفتن و شروع کردن به تولید خودرو در اونجا یعنی انقدر این شرکت ها آمادن برای اینکه به سرعت در وقت برن خودشون رو برسونن به این مسئله اینجا خیلی جالبه میگه که در عرض چیزی حدود 6 ماه شش ماه اول سال 2023 میزان صادرات خودروهای مسافری مسافربری چینی به روسیه به رقم بالاتر از 4.5 میلیارد دلار رسیده و این به نظر من رقم بسیار بالاییه 4.5 میلیارد دلار فقط صادرات در 6 ماه خودرو به روسیه داشته چون که این رقم مسلما در سال در کل سال 2023 به نظر من که بالای 10 میلیارد دلار میشه چون این روند صادرات هم همینجور به سرعت داره بالا میره و خب جای تاسف داره دیگه شما ببینید اگر ما یک صنعت خودروسازی آماده به روز و کارا داشتیم میتونستیم حداقل بخش مهمی از این بازار رو بگیریم من شنیدم که حالا سایپا ایران خودرو در چه دیگه بخش دیگه دارن بعضی از خودروها رو صادر میکنن قراردادش رو بستن بخشی رفته بازدید شده و خب رقابت هم رقابت سختیه چون حالا یکی از خودروساز نماینده یکی از خودروسازهای چینی هست که توضیح میده در مورد محصولاتشون و اینها که در واقع محصولاتشون داره با تکنولوژی بسیار بالا با قیمت بسیار پایین با امکانات بسیار بالا داره عرضه میشه نسبت به خودروهای اروپایی و آمریکایی و خب رقابت در اونجا بسیار سخته برای خودروهای ایرانی مخصوصا که حالا خودروهای ایرانی در کنار اینکه حالا فساد اداری و اینها که درشون هست هیچی خب خیلی از چیزاشون رو به روز نکردن رقابت نبوده خیلی از مشکلات بعضیاشون دارن البته خود رای خوبشون فکر کنم میخوان صادر بکنن در داخل خودمون چند بوده تولید داریم که حالا اینا می‌خوان صادر کنن یعنی اگر واقعا تولیدمون به اندازه کافی بود خب ظرفیت های هم بسیار باز بو... زیاد بود و مسائل دیگه ای که وجود داره در صورت یه بخشی از بازار رو خود رای ایرانی میتونن بگیرن اگر در واقع بتونن خوب کار بکنن ولی باید جوری بگیرن که اگر وقتی جنگ روسیه تموم شده تحریم کم شد دوباره با ورود خودروهای غربی در واقع جوری نشه که بازار تنگ بشه یعنی واقعا باید به یک اراده قوی وارد بشن که بتونن اونجا موندگار بشن و بخشی از بازار روسیه و آسیای میانه و کشور اروپای شرقی رو مثلا به خودشون اختصاص بدن که البته متاسفانه خودسازی ما باید خیلی قوی تر از اینها می بود به نظر من در این چل سال که اینطور نیست البته یک دلیل و یک بهونه هم هست که در اقتصاد داخلی ایران باید صحبت کنم اون که متاسفانه مواد اولیه رو به نظر میسه به این کارخونه های تولیدی با مواد داخلی که داخل هم تولید شده مواد پتروشیمی پالایشگاهی پلیمرین ها رو متاسفانه با قیمت جهانی به تولید کننده نهایی و تولید کننده محصول داخلی میدن که خب این اولا رقابت فضیلی اونها رو در سطح جهانی از بین میبره نکته دیگه ای که حالا در اینجا وجود داشت در واقع این بود که بیشتر اینا هم که داره وارد میشه مخصوصا خودروهای برقی هست در چین در این حوزه بسیار جلو هستش در زمینه باتری های برقی، خودروهای برقی و تولید باتری های برقی مورد نیاز این خودروها خودروهای برقی در رنج های مختلف چون مثلا خودروهای کوچیک برقی شهری که فقط شما صبح برید شب بیاید و واقعا مثلا با شارژ خونه بتونید به اندازه کافی به اندازه نیاز مثلا 75 کیلومتر 60 کیلومتر 50 کیلومتر 55 کیلومتر 80 کیلومتر در همین نیاز مثلا صبح رفتن سر کار و برگشتن هم حل بشه با قیمت های ارزون و با شارژ معمولی خونه مثلا خودرو اینجوری داره خودروهای گرون قیمت تری که مثلا شارژ باتری بسیار زیاد باشه دستگاه خاصی بخواد ولی مثلا بتونه 800 کیلومتر بره 700 کیلومتر بره و مثلا لوکس باشه بچه باشه این رو هم تولید می‌کنن یعنی در رنج های مختلف دارن خودرو تولید میکنن و این یکی از ویژگی خوبی بود که برای این کشورهای در روسیه برای اینها هم جالب توجه بوده و اینجا هم که همون قسمتی هست که توضیح دادیم که در واقع خودروسازهایی که گذاشتن رفتن عملا خودروسازهای چینی اومدن و این خط تولید رو به دست گرفتن و دارن کار میکنن نوشته که مثلا رنو رفته نیسان رفته که حالا نیسان هم مال ژاپن هم با این خودروسازی رنو اینها با هم شراکت دارن در واقع گذاشتن رفتن پس خودروسازهای شرق آسیا خودروسازهای اروپایی و آمریکایی رفتن و در این خلع رو کی داره پر میکنه این خلع رو چین داره پر میکنه نکته بعدی که من میخواستم بگم در مورد حالا بحث حضور آقای رونالدو و چند تا بازیکن دیگه در داخل ایران هستش و ببینید انقدر عاشق رو شور کردن که یک رسانه ای مثل ورزش سه که خود ورزش سه هم واقعا در این فرهنگ بدی که در کشور وجود داره در مورد حالا افرادی که مشهورن از خارج میان یا این خارجی پرستی که در کشور ما وجود داره این احترامات غیر ای و این احترامات کاذبی که در هیچ جای دنیا وجود نداره خود این مسئول بوده در زمینه کیروش در زمینه خیلی از بازیکنان و مربیان خارجی ولی انقدر آشور بوده که دیگه ورزش سم نوشته ببینید واقعا بحث اینجا در مورد مردم نیست نه بگید آقا مثلا مردم این دنیا میرن اینا هم استقبال میکنن اصلا روی صحبت اون به مردم نیست ببینید شما جایی نمیبینید که یه تیمی مثلا بازیکن حریف اومده فردا با تیم شما مسابقه داره بعد مدیر تیم حریف قبل از مسابقه پاشه بره مثلا دو تا فرش نفیس یه فرش نمیدونم چی چی مثلا چند میلیارد فرش مثلا به یارو بده دیدی دست حرکتی هم که خود اون انجام داد پتو این مثلا تکون داد این کارا در شعن یک مدیر نیست باشه این کار انجام بده مسئول فدراسیون فوتبال رفته این کار حالا مثلا آقای رونالدو به عنوان سفر تفریحی بیاد ایران بله برید استقبالش کنید بهش برسید نه ولی این کاری که من دیدم صدا و سیما بسیار ظریف داد چقدر زشت گزارش صدا و سیما رو الان براتون پخش میکنم مدیرعامل پرسولیس مسئول پرسولیس مسئول فدراسیون چقدر حرکات زشتی یه حرکت ساده طرف میاد حرفه‌ای باشید این حرکات اصلا معنی نمیده حالا ما به مردم کاری نداریم به جوونا کاری نداریم بالاخره من خودم هم جوون بودم آه، یادم خب دوران دبیرستان رفته بودم نمایشگاه مطبوعات بود نمایشگاه کتاب بود توی قرفه ای اون موقع های مهدوی بود جوونم بود اونم. ما هم خیلی جوون بودیم اونم عضو تیم ملی بود خیلی هم دور شلوغ نبود من رفتم ازش امضا امت... ام... گرفتم از آقای ام... مهدوی الان الانم نه افتخار میکنم نه خوشحالم نه مثلا جای جذبم گم شد پاره شد افتاد جوونه هیچ اشکالی نداره بالاخره عشقیه نمیدونم شور حالیه فوتبال دوسته نمیدونم شبکه اجتماعی شبکه مجازی الان هست افراد بزرگ میکنه اینها ولی اینکه مسئولین کشور این کارو میکنن واقعا عجیبه و واقعا شرم آوره شرم آوره کاری که کردم میگم انقدر این کارها عجیب بود و حقیرانه بود که حتی یه سایتی مثل سه نسبت بهش به واکنش نشون داد من اینجا این گزارش صدا و سیما رو میخوام براتون بذارم و امیدوارم که صداشم بیاد بذارید من یه بار این رو اگه بتونم استاب کنم شعرش رو دوباره بذارم که مطمئن بشم صدا اینجا پخش میشه ملاحظه میکنید آقای درویش و مراسمی که در حال برگزاری هست بعد ندیدیم که شما علاقه رو به فوتبال رو در جریان بگذاریم ملاحظه بفرمایید به لحظه و به صورت مستقیم نکته حائز اهمیت تشریفاتی است که برای نمایندگان فوتبال عربستان در نظر گرفته شده پیش از این هم البته ثابت کردیم که ما ایرانی ها میهمان نواز هستیم و در خانه خودمون وقتی هر تیمی هر رشته ورزشی که قرار هست وارد بشه سعی میکنیم به بهترین نحو ممکن شرایط رو برای ببینید حرفا واقعا حرفای مسخره در دنیا امروز یعنی اینکه مهمان نوازیم اینکه باید حرفه ای رفتار کنیم این که با... اینا خب جای خودش حالا گلی دستش ولی این حرکات این حرکات در شعن یک مسئول کشور نیست در شعن کشور نیست به این نمیگن مهمان نوازی این اتفاقا برداشت بدی طرف میکنه افراد برداشت بدی میکنن اون فرد اگه میخواد بره یک حرفی بزنه که دیگران چون میگن آقا میخواد مثلا توریست رو بیاریم فلان کنیم اینها اگه شما میخواید توریست بیارید یا کریستیانو رونالدو بره تبلیغ شما رو بکنه بهترین تبلیغ برای اون ببینه که بین نز وجود داره شما حرفه‌ای هستید حرفه‌ای رفتار میکنید این حرکاتی که شما میکنید اینا باعث نمیشه که آقای کریستیانو رونالدو بره از شما تعریف کنه میگه اینا همین استفاده لعیم بدبخت ببینید اگه یه جیمی جامپ میگن اینا که مثلا وسط فوتبال میرن و مثلا تعظیم میکنن و نمیدونم یارو رو بوست میکنن و نمیدونم لباسش میگن امضا میگن اینا قابل فهمه اون فنشه اون طرفدارشه میگه فلان ای میاد اینجوری میفهمه اونو نسبت به اون ولی این حرکات شما اینا هیچ جای دنیا این کار نمیکنن مدیر عامل رقیب تو که فردا باش فوتبال داری قراره بزنه سوراخت کنه یا تو قراره بزنی سوراخش کنی با هم دعوا کنی نمیری قبل بازی بهش این کارو بکنی هیچ جای دنیا این کارو نمیکنه مسئول فدراسیون مسئول کشوری و لشگری اینا که پا میشن برن اونجا تعظیم و عرض ارادت کنن آخه اینا رو باید بفهم اینا رو باید شورش بدن این حرفا یعنی چی که ما چون مثلا مهمان دوستی مثلا این کارا انجام میده چرا با بقیه اعضای مثلا با اون سادیو هم انجام دادن بازی کنه دیگرشون. چرا با بقیه انجام ندادین یعنی چی این کار چرا یه نفر میگیرید این کار انجام میدید باید فکر حرفه ای رفتار حرفه ای داشته باشه شن و منزلتتون رو حفظ بکنید ورود میهمانان تسهیل بکنیم این اتفاق مجددا هم افتاده خیلی مهم هست با توجه به ارتباط سیاسی که بین ما و عربستان شکل گرفته قاعدتا این اتفاق میتونه در سطح مجامع بین هم حائز اهمیت باشه ببینید شما با... مگه عربستان شما میرید حالا حتی بازیکنهای خارجی داشت مربی خارجی مثلا کار رو روتون میکردم نه یه رفتار حرفه‌ای با همه یه رفتار یک جور حرفه‌ای منطقی بین جلو آقا با عربستان میخوام روابطتون خوب بشه خیلی خوب یه پذیرایی خوب مرتب منظم مراقبیم هیچ اتفاقی نیفته اینها یه تشویق یه مثلا احترام پرچم دو تا کشور رو میاریم نه کاپیتانا بیان صحبت کنن یه چه ضیافت شامی بعدش مثلا بذاریم بعد مسابقه این حرکت چه ربطی داره به احترام به کشور عربستان این چه ربطی داره به مثلا اینکه مسائل سیاسی داره حل میشه ببینید این خودباختگی ها و این تحقیر ملی این نداشتن عزت نفس این لعین بودن رو توجیه نکنیم این توجیه که این مسئول کشور این آقای درویش و مومبینی مال فدراسیون درویش پرسپولیس اینا اینه کسایی این که میخواد یه عکس یادگار اینجوری داشته بزنه بالای دیوار بگه آقا من مدیر عاملی بودم اون بگه من مسئول فدراسیون بودم که با فلانی عکس داشته. شما دوستان دوستان یه ویترینی برای خودتون درست کنین اما آبروی یه کشور رو هم وجود ببرید داره و ما قراره که تیم هامون در دور برگشت به کشور عربستان برن همکاران من در محل این مراسم حاضر هستن بریم به سراغ بهنام مهدی عزیز دوست و همکار خوبم هم آقا بهنام سلام در خدمت شما هستیم بفرمایید حالا اینجا آخرین گزارشام ببینید که چقدر زشت گذاشت عزیز شبکه 3 سیما دوستان در واقع برنامه مختلف که حالا دایره طلایی رو داریم مشاهده کنیم، ممنون از همکاران عزیزم همونطور که مشاهده می‌کنید حالا تصویر هم مشاهده می‌کنید کریستیانو رونالدو اینجا هست و مراسم استقبال از تیم النصر عربستان برگزار شد هدایایی از طرف آقای رضا درویش مدیر عامل محترم تیم فوتبال پرسپولیس آقای مونبینی داده شد و صحبتایی که انجام شد فرشی که هدیه داده شد تا یه استقبال خوب بشه به رسم مهمون نوازی از طرف مردم ایران از کریستیانو رونالدو از طرف مردم ایران تو غلط می‌کنی از طرف مردم ایران حرف می‌زنی يعني. تو کی هستی آقای درویش کی آقای مومینی کی نه چرا از طرف مردم ایران شما غلط کردید شما از طرف مردم ایران رای کردید نظر کردید که انقدر هزینه های مفت میکنید میخوان جای تعجب داره یه سری میگن آقا نمیدونم مسی رفته آمریکا اینجوری کردن اون رفته اونجوری که ببینید اینا درآمدزایی میکنن از این افراد پس اون تو بحث حرفه‌ایه شماها که پول بیت رو گرفتین همینجور دارید میریزید تو چاه شما درآمدزایی نمی‌کنی شما همه دنیا از فوتبالشون درآمدزایی میکنن شما فقط درآمد از پول دولت دارید می‌گیری حالا بله یکی میگه آقا حق پخش و اینا اون جای خودش رو برین درست کنین ولی شما که وابسته اید به چاه نفت به پول نفت به پول بیت المال همتون مثلا این دو باشگاه پرسپولیس استقلال اون باشگاه‌های خصوصی صنعتی فولاد و سپاهان هم که جای خودشون هم یه وضعیت دیگه از جدا باید در موردشون بعدا صحبت کنیم مثلا این حرفی که اینها میزنن امسال این خبرنگارا به سیاز زشته حالا ببینید محافظای یا حالا این تیم یا محافظای رونالدو یا اینکه خب بالاخره وضع مثلا چیز خبری تموم شده اینا هم از مسافرت از هواپیما اومدن میخوان برن فرودگاه ببینید چه رفتاری با این موجی میکنن و این موجی چیکار ایناست که حرفه ای نیست دوستان ایناست که ای نیست یه برنامه بوده تموم شده شما بعد باز داری بری حالا ببینید چه اتفاقی میفته ببین چقدر زشت این کار او ستاره ای که پنج تا توپ طلا برده افتخارات زیادی رو کسب کرده اوکی افتخارات زیادی رو کسب کرده لایف دی لایف افتخارات زیادی رو کسب کرده و به هر حال مراسم داره انجام میشه و ستاره های دیگه هم حضور دارن حالا تصاویر بهترشه ما با تصاویر دیگه از بازیکن دیگه مثل سادیو مان هم در خدمتتون خواهیم ببین انقدر میشه که یارو مت چلوی دوربینا میگیره که خلاصه بری بیرون اینا خیلی زشت دیگه یعنی شما میدونید که چقدر زشته و خلاصه همین کارا رو میکنن با افرادی که از خارج میان و رفتار حرفه‌ای ندارن که یه کسی مثل کیروش میبینید یک دهه در فوتبال کشور میاد اون کارهایی که باید بکنه رو نمیکنه ضد قول و قراردادش عمل میکنه و آخرش هم همین بهبه و چهچهش میکنن و این اتفاقات میفته که حالا در جای خودش صحبت کردیم و بعد هم بیشتر در صحبت میکنیم و حالا خدا که چیز نیستش در واقع مثل اینکه حالا خدا نگیم. دبقید دبقید که نگیم یعنی در واقع به خاطر در واقع حرکات غیر که قبلا انجام داده بوده باشگاه پرسپولیس و به نظر اکانت اینستاگرام این باشگاه تماشاگران محرومن از حضور در این بازی ولی امیدوارم که بعد از پایان بازی در واقع این بازیکنهای تیم پرسپولیس هجوم نبرن برای گرفتن نمیدونم بولیز و امضا و اینجور چیزا از آقای رونالدو رفتار حرفه و شایسته داشته باشن همین آقای بیرانون کسیه که بیرانون کسیه که پنالتی رونالدو رو در جام جهانی گرفت بازی ایران و پرتغال و نه بعد این حس حقارت و خودکمبینی رو تشریح بکنن حالا هرچند که تماشاگران نیستن اما بسیاری از این گزارشگرها و خبرنگارای ورزشی متاسفانه اینها بعضیشون وضعشون خیلی خرابه یعنی اینا اصلا گزارشگر ورزشی یه سر و گردن وضعشون خرابتر از بقیه گزارشگرها و مجری و اینهای دیگه هستش روزنامه نگارای ورزشی و حالا مثلا اون مسئولین نظم استادیوم اینها من امیدوارم که این آبروریزی نشه لذا بحث اینجا اصلا در مورد مردم نیست این یعنی رفتاری که مردم میکنن واقعا آینه ای از اون رفتار و افکار و اخلاق مسئولین کشوره و مسئولین کشور تا وقتی که وضعشون درست نشه امیدی به هیچ کدوم از اصلاحات دیگه نیستش و من برنامه امروز رو میخوام تموم بکنم اتفاقی که میفته این هستش که متاسفانه باید بگیم که به نظر میرسه توی یک سری رفتارهای اجتماعی رفتارهای ساختاری و ای شدن در حوزه های مختلف هیچ فرق نمیکنه چه دولتی بره چه دولتی بیاد چه شخصی بره چه شخصی بیاد و متاسفانه نمیدونم چه زمانی قرار آموزش درستی ببینیم الگوهای درستی ببینیم شعنمون رو حفظ کنیم رفتار قشنگی داشته باشیم یه کسی مثل رونالدو باید افتخار بکنه که اصلا پاشو گذاشته ایران افتخار اون باید باشه که پاشو گذاشته ایران تونسته به این افتخار برسه تا اینکه ما بخوایم در واقع این گونه بعضی وقتا رفتار بکنیم این بحثی که حالا بخوایم توریست بیاد و تبلیغ بشه اینا جای خودش داره من مطمئنم با این کارها شما نمیتونید توریست رو جذب کنید شما باید کلا نگاهتون به مسائل و اون رفتار حرفه‌ای نسبت به مسائل تغییر بکنه تا بتونید در واقع اگه میخواید توریست های جهانی رو به کشورتون دعوت کنید بتونید در زیر ساختار رو درست کنید تا بخواید دعوت کنید نه اینکه در واقع یه شوافی باشه که مسئولین داشته باشد. خب موفق باشین اگه دوست داشتین لایک کنید با دوستانتون به اشتراک بذارین کامنتاتون رو برای من بذارید تا برنامه بعد خدا حافظ